pronouns امروز میخوایم در مورد زمایر صحبت کنیم زمایر فاعلی subjective pronouns و زمایر مفعولی objective pronouns در واقع تنها تفاوتی که subjective pronouns و objective pronouns دارن در جاشون توی جمله است ببینید subjective pronouns قبل از فعل قرار می گیرند و objective pronouns بعد از فعل قرار می گیرند. فعل کلماتی مثل trust اعتماد کردن, believe in, باور داشتن به چیزی, love, دوست داشتن, care for اهمیت دادن help کمک کردن call زنگ زدن save نجات دادن پس انداز کردن به حال اینها کلماتی هستن که بهشون میگن فعل و مثال های دیگه و کلمات دیگه حالا ما این رو این چند تا میخوایم کار کنیم ببینید سابجکتی پرونامز در واقع کلماتی هستن مثل I, من you, تو he, او اشاره به مذکر she, او اشاره به معنیس it, آن، اشاره به اشیا یا موجودی که جنسیتش مشخص نیست وی ما یو شماها They آنها اینها رو بهشون میگن سابجکتیو Pronouns در واقع زمایر فایلی و میبینید که باید حتما قبل از فعل قرار بگیرن با همین مفهوم اگه شما بخواین کلماتی رو بیارید بعد فعل اون میشه Objective Pronoun برای مثال شما میخواین بگین من به خودم اعتماد دارم پس بعد بگی I trust می شما نمیتونی بگی آی تراست آی این غلطه آی تراست می من اعتماد دارم به خودم یا برای مثال شما میخوای بگی که من به تو اعتقاد دارم به تو باور دارم تو رو باور دارم میگه آی believe in you در واقع اون یوی که میاد اون objective pronounه چون بعد از کلمه believe in میاد جمله معروفی که همه جا میشنوین I love you وقتی شما میگید I love you یعنی من دوست دارم تو رو در واقع I subjective pronoun love فعله و you objective پروناونه چون بعد از فعل میاد در واقع اون objective pronoun هست یا مثلا هیم این ضمیر مفعولی objective pronoun هست برای اشاره به او و مذکر مثلا شما میخوای بگین که من به اون اهمیت میدم میگی I care for him اشاره میخوایم بکنیم به معنیست من به اون اهمیت میدم I care for her. یا میخوایم بگیم که تو کمک میکنی به اون دختر. You help her. زمینه بعدی it میبینید که بعضیاش مشترکه. مثلا شما میخوایم بگی که من این رو سیو میکنم من این رو پسنداز میکنم میگه I save it در واقع I subject save فعل it objective pronoun بعدیش us همون معنی ما میده مثلا شما میخوای بگی که She calls us. اون دختر به ما زنگ میزنه. پس باز هم مفهوم ما داره اما چون بعد از فعل کال میاد شما دیگه نمیتونید از وی استفاده کنید حتما بعد از آس استفاده کنید یا مثلا شما میخواید بگین که وی help یو ما به شما کمک میکنیم در واقع یوی که بعد از هلپ میاد مشخصا پروناون pronounه. و نهایتا زم مثلا شما میخواید بگید که اون دختر به اونها کمک میکنه she helps them پس معنیاشون همون من تو او ما شما آنهاست اما subjective pronouns جاش قبل از فعل objective pronouns جاشون بعد از فعل یه نکته دیگه هم هست بعضیش مشترکه اینو به اشتباه نیفتیدون اون از رو جمله قشنگ میتونید متوجه کدوم سابجکت کدوم آبجکته مثلا شما میبینید که ما با مفهوم تو میگیم یو با مفهوم شما هم بازم میگیم یو objective پروناون هم, هم همینطور یو هم objective pronoun هست با مفهوم تو یو دوباره داریم با مفهوم شما و این وسط بعضیش مشترکن مثلا کلمه ایت رو ببینید هم, subjective pronoun, هم objective pronoun هست هم ابجکتیو پرونان یا مثلا یو هم سابجکتیو پرونان هم objective پس این از روی جمله متوجه میشید این احتیاجی است که شما قاطی بکنید در واقع میشه گفت از روی جمله متوجه میشید وقتی قبل از فعل باشه طبیعتا سابجکته یعنی نقش فاعلی داره زمیر فاعلیه وقتی بعد فعل باشه طبیعتا زمیر مفعولیه حالا اصلا چرا ما باید از زمایر استفاده کنیم علت استفاده از زمایر چی هست خب ببینید ما اینجا یه سری جمله داریم مثلا شما میگید سرا از a سرا دیگه سرا هست یه دانش آموز خب ما اینو میخوایم دوباره نگیم سرا سرا از ایرانیان سرا از ا نایس I like Sarah خب چند بار میخوایم Sarah رو تکرار کنیم و این جمله ما رو زشت میکنه وقتی تو چهار تا جمله ما چهار بار هی بگیم Sarah 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 اینجاست که شما باید به جاش زمیر استفاده کنید مثلا شما میخوایم بگیم که سارا ایرانیه او ایرانیه خب اینجا مسلما چون قبل از فعله باید از شی استفاده کنید میگین Sarah is a student She is Iranian She is a nice girl در نهایت میخوایم بگیم من دوستش دارم من او را دوست دارم هست. اینجا دیگه نمیتونیم بگین I like she چون بعد فعل لایک like میاد اینجا میگین I like her خیلی جملتون قشنگتر میشه ببینید چهار جمله گفتید یه بار گفتید سارا دو بار گفتید شی یه بار هم گفتید هر این باعث میشه که جملات جمعه جملات قشنگتر باشه وقتی میخواین صحبت کنین بیشتر نیتیو لایک like باشه و کم 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 باید همین جوری ایمپروف کنید خودتونو رو بنابراین زمایر علتش اینه که تکرار اون سابجکت یا تکرار اون آبجکت نشه به جاش از زمایلش استفاده میکنیم برای مثالی مثال دیگه میزنیم جک and روز are friends جک و روز دوست هستند حالا تو جمله بعدی میخوایم بگیم اونا عاشق هم هستن یا اونا الان تو عشق هستن الان تو حالا هوای عشق عاشقی هستن خب دوباره نمیگیم جک and روز are in love بهتره که بجاش زمیرش رو بگیم از اونجایی که قبل از فله پس میگیم they are in love حالا میخوای بگی من عاشقشونم دوباره نمیای بگی آی love جک and روز اینجا زمینشون میگی زمینشون بعد فعل لاوه میگی آی love them یه مثال دیگه پاپی is my پت پاپی اسم سگ منه که حیوان خونگیمه پت من هست پس میگم پاپی is my پت میخوام بگم خیلی شلوغه خیلی سرصدا میکنه طبیعتا به جای پاپی من ایت استفاده میکنم چون جنسیتش تو جمله مشخص نیست که حالا پاپی دختره یا پسره پس میگم it is very noisy. چرا ایت؟ به خاطر اینکه قبل از ایز هست که فعله باید زمیرش رو سابجکتی استفاده کنم حالا میخوام بگم من واقعا عاشقشم من واقعا عاشق او هستم پس میشه I really love it یه مثال دیگه Kenzo is from Japan Kenzo is from Japan حالا میخوام بگم کنزو یه منتاش کاره. طبیعتا دوباره نمیگم کنزو. میگم he is an assembler. حالا میخوام بگم کنزو یا او توی کارخونه کار میکنه. خب دوباره نمیگم کنزو ورکس. به جای میگم he works in a factory. حالا میخوام بگم من خیلی خوب میشناسمش. من خیلی خوب کنزو رو میشناسم دیگه پس به جای اون زمیرش رو میارم و بعد فله. طبیعتا بعد از زمایر مفعولی استفاده کنم I know him very well نمیتونم بگم I know he چرا به که بعد از فعله حتما بعد از زمین مفعولی استفاده شه پس ما در واقع از زمایر استفاده میکنیم که حرف زدنمون هم طبیعی تر باشه هم it sounds nicer یا در واقع به گوشتون هم قشنگ تره پنج بار تو پنج جمله هی یه کلمه رو تکرار نکنین و در این حال هم راحت تر میشه فهمیدن حرفها و جملاتتون برای اون کسی که مخاطبه Let's see some more examples. For example, wait for me. یه سری مثال دیگه با هم کار بکنیم. Wait for me. میخوایم بگی منتظر من باش. طبیعتاً اینجا بعد از wait که فعل هسته شما میخواید استفاده کنید. نمیتونی بگی wait for I. این غلطه. بعد بگی wait for me. We love you. ما عاشق تو هستیم یا ما عاشق شما هستیم. طبیعتاً قبل از فعل با قرمز we subjective pronoun you بعد از فعل با زرد objective pronoun she is not in love with him اون عاشق اون نیست پس این اون که اولش میاد و در مورد دختر است این subjective pronounه نهایت شما میخوایید بگی اون دختر عاشق اون پسر نیست اونجا آخر نمیتونی شما از هی استفاده کنید چون بعد از فعل، فعل کجاست is پس میشه she is not in love with him he kisses her اون پسر میبوسه اون دختر رو طبیعتا با توجه به جای فعل که کیسز هست قبلش باید سابجکتی پرونان باشه بعدش ابجکتیو pronoun. I don't like it من دوست ندارم اونو حالا اون میتونه غذا باشه مثلا مربوط به یه قضایی هست میخوای بگی دوستش ندارم I don't like it I subject یا سابجکتیو پرونان it objective pronoun can you help her میشه بهش کمک کنی؟ خب اینجا باز با توجه به استراکچر جمله میبینید help فعل پس قبلش باید سابجکت باشه که یو بعدش باید آبجکت باشه آیا تو میتونی بهش یا به اون دختر کمک کنی؟ see you tomorrow see you tomorrow مسلما این یو نمیتونه سابجکت باشه آبجکته چون بعد از سی اومده nice to meet you, you این یو هم همینطور اینم هم باز بعد از فعل. پس طبیعتا این میتونه objective pronoun باشه call them later بعدا بهشون زنگ بزن. اینجام همینطور them در واقع objective pronounه چون بعد از فعل قرار گرفته. Here we have some sentences with subjects and objects. اینجا ما یه سری جملات داریم با فاعل و مفعول. You're supposed to substitute subjects with subjective pronouns and objects with objective pronouns. در واقع شما قراره که سابجکت ها فائل ها رو جایگزینش زمیرش رو بذارید و به جای مفعول ها جایگزینش زمیرش رو بذارید For example, Ali likes Mina Ali مینا رو دوست داره حالا به جای Ali و مینا میخوایم جایگزینش پروناون یا زمیرش رو بذاریم So we say He likes her همونجوری که میبینید چون علی سابجکته زمیرش میشه هی و قبل از فعله مینا چون آبجکته و مفعوله بعد از فعله پس زمیرش میشه هر میخوایم بگیم اون پسره اون دختره رو دوست داره هی He likes هر حالا به خودتون یه وقت پنج دقیقه بدید دقیقا جملات رو با سابجکت و آبجکت در نظر بگیرید زمیراش رو بذارید بعد میتونید ادامه ویدیو رو ببینید و چک کنید که جواباتون آیا درسته یا نه Iranian people love dancing or They love it. Football players play with balls. they play with them. Young children use internet. They use it. Mina wants ice cream. she wants it. My mother and I love children. We love them my mother and I mom. پس به میگیم we love به جای children them. Thomas hates mice. توماس از موش ها متنفره. توی ویدیویی که مربوط به singular plural بود اونجا گفتیم جمع کلمه mouse موش میشه mice. Thomas hates mice. Or he hates them. Please subscribe the channel if you want to see other videos. Push the bell button to get the notification for the new videos. And like it if you learned anything new. اگه میخواین ویدیوهای دیگر ببینید و پیج گم نکنید حتما سابسکرایب کنید برای دریافت نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید دکمه زنگوله رو بزنید و اگه این ویدیو برای یادگیریتون مفید بود ممنون میشم لایک رو فراموش نکنید. Thanks a lot. See you.